ایجاد ذخیرگاه واکسین آیا پولیو ریشکن خواهد شد؟ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از ایجاد یک ذخیرگاه جدید واکسین با ظرفیت 60 میلیون دوز در کشور خبر داده است. یونیسف با نشر پیامی نگاشته است که این تأسیسات با کمک مالی ژاپن و اتحاد جهانی برای واکسین ساخته شده است. هفته گذشته نیز یونیسف کمپین خانه به خانه واکسین فلج کودکان را برای رشنکنکنی این بیماری در افغانستان مهم خوانده بود. پیش از این نیز وزارت صحت عامه امارات اسلامی اعلام کرده بود که در جریان کمپین چهار میلیون و 200 هزار کودک زیر سن 5 سال در ولایت‌های های هرات، اروزگان، هلمند، قندهار، زابل و نیمروز واکسین دریافت خواهند کرد. و اما ایجاد ذخیرگاه جدید واکسین برای کشور چه اهمیت دارد کارزار واکسین پولو در سال جاری چقدر پیشرفت داشته است و اخیرا اینکه افغانستان چقدر از ریشه کنکنی فلج کودکان فاصله دارد سلام احترام وقتتان بخیر با مجله سوپر تلویزیون یک خوش آمدید من احمد شاپور الهی هستم برای بحث بیشتر پیرامون این موضوع و موضوعات مرتبط دیگر محترم عبدالواحد هلال آگاه امور سیاسی را اینجا در استیتو با خود داریم الان صاحب برنامه بسیار خوش آمدید. سلامت باشین خیر بین تشکر سلامت باشین آقای حلال شما حتما مستعذر هستین که از طریق یونسف و کشور ژاپن یک ذخیرهگاه بزرگ ذخیره واکسین پولیو در افغانستان احداث شد میخوایم بدانیم ظرفیت این ذخیرگاه چقدر است بسم الله الرحمن الرحیم از همه قبر سلام و احترامات خدمت شما و همکارای تخنیکیتان و هم بینندگان تلویزیون یک براسا بعدن قبل زکه ما په یو موضوع خبرونه مه خوایم چې د رابطه با پولیوګه بزانم لایته په دې پولیو کې هregisterTask یو مرزه هسته مرزه حادثه حادثه وایروسيسته چې فوقلاده ساري از استا د منطقه او یو کوملره بنومې پولیو وایرس کېسته نه عملي شسته او خوده مرزه اد له هسته وबत مګ پولو مالایته وینه اچسته ای د رابطه وای کی یونیسف په هفته قبلی اعلان کړن چې در افغانستان او نو ځخراګار جور مکنند چې در اونځه 60 میلیون دوز واکسین ذخیره به شي په حقیقت دی به خاطر افغانستان یو فرصت خېله مهمه در بحثسی هي و مو واستقبال مکنیم بایس یو ډاکټر از جامعہ و از تشکر مکنیم از یونیسف از د افغانستان امرتستامی چې به خاطر از, از مردم افغانستان در به صحت ګاموی مثبت میگیرند در حقیقت اکملي اخی اهمی از چې خودي واکسین به خاطر هر طفل او به خاطر هر خانواده ضروري است و خوایشه مو هم نه سی یو طبيب او ډاکټر از مردم افغانستان همی از تمام مردم افغانستان که اونا در بخش پولیو واکسین بکنن امکاری کنن درست. و آنها خود به خود به یک امارت و یونسف و دیگه سازمان های جهانی کوشش میکنه تا این واکسن را هم بسازه این خیلی یک گام مثبت است و ما به نظری مثبت میبینیم علال صاحب این ذخیره گا چه خزرفیت داره فکر میکنین که برای نگهداری واکسن پولیو بر افغانستان بسنده خواهد کرد یک زخیره گاه؟ لیسه نخیر از نظری ما ما که فکر میکنم که را راپوریز اونا را, را خواندم مطالعه کردم و بررسی کردم من یک آقای امری سیاسی که ما امری سیاسی که دیگه دی معلومات دارم اونا گفتند که ما در زخیرگاهی که جور کردیم برای فیل حال میتونه که در اونجا 60 میلیون دوز زخیره شود و زمین نزید که 60 میلیون دوز واکسین در اونجا است در اونجا اتاقای خیلی منظم با, با درجه حرارت معاین زمین نزید یخشالای نواره هم্বাস د هاضه تبابته ول هاضه واکسین نو لري کولچین مګا یعنی اکسستو مزنجري هر ځای کې واکسین بیا یا یو واکسین انتقال شوه وا یا واکسین کې درشه باشه واکسین محفوظ بح. واکسین کې به هميشه مطمئن باشه و درینده اگر واکسین زرخ هميشه به قسم زرخي یا به قسم اورل حقق واکسین او پلی هم د قسم واکسین دریم بیا کې زرخي هسته کې اورلسه یا به دهان استفاده میشه خو به نظر ما یګام مثبت است د افغانستان خو بازم اگر حادثات ازو نازیاش زده میرو اصول میاسته که در هر ما په اساس فیصله یونیسف یا فیصله دبليو او در هر ما در افغانستان باید وایم صورت بگیره اگر ما فرض کړین په افغانستان ما په اساس نفوس یا مريض جديدي جد… کې جد... حساب جد... شده در حدود 10 میلیونه اله 12 میلیونه طفل دریم اگر ما د هر ما واکسین ما منظم باشه و په خونه خونه به خونه واکسین وکونیم یا په مسجد واکسین وکونیم خو بازم ای می ظرفیت کمهسته اگر ان ایتجد نشه وا زیات نشه وا به یک سال باشه باز مشکل است اگر همین ظرفیت به یک وقت کم باشه به چندین ماه باشه باز مشکل نداره درست. و فکر کنم که 60 میلیون دوز واکسنی که هسته اگر همه از اینا سالم بان اکسپایر نشه و در خیلی یک هوای مناسبی که برای پولیو لازم هسته باز اونا از برای یک سال هم کافی نیسته درست آقای هلال تعمیر این ذخیره ساخته شد یا تعمیرش قبلا بود صرف واکسین هایش اینا آوردن و از تعمیری که قبلا بود برای ذخیره کردن واکسین پولیو استفاده میشه اگر ساخته شده کدام کدام قسمت افغانستان ساخته شده است جناب لایسا به تعمیری که در رابطه با،, با, واکسین زو استفاده میشد یک مرکز عملیاتی ما در کابل داشتیم به مرکز عملیاتی پولیو که اونا از قبلا بودن از زمان بسیار سابق جور شده بود و دیشکه نیست که در سیستم نو و خصوصا در حکومت نو دینځه بل ځای کار صورت گرفت کم ترمیم شوت البته هم یو ګام خوبودغان مثبت بود, بود. او نظر خود کابلستان در نږدې کې هم ځای کې مرکزی دفتری عملیاتي پلیوستا و نو وستا یي مرکز قبلاً بود خو د انځه نووريها مټ تغییرات اومد ابتکارات اومد او بعضي ساحه نو ترمیم شوت خو پهش په قسم واضح او په قسم دروست دروست ګنجای شي یعنی 60 میلیونه د وزوښین دونه نه بود البته په اساسې څی کوششي امارات اسلامی و حاکمای فیلی و کوشش به نهایت و زیاد یونیسف و سازمان صحی جهانی یا دبلیچو کوشش کردن اونا آلی دا اونا که هسته ظرفیت امقا واکسین هسته و برای فعلا امینجا حملا امقا واکسین اونا آذر کردن درست الال چپ طبیعتا این زخیرگا به خاطر نگه داشت واکسین پولیو در افغانستان ساخته شد میخوایم بدانیم کارزار مبارزه با مرض پولیو به کجا رسید هفته پیش آغاز شده بود فکر کنم یک سکتگی در جریانشان در جریان این کارزار مبارزه با واکسین پیش آمد حالا دوباره شروع شده است جناب الله صاحب افغانستان ما شما از جمله کشورهایی است که در خارج آسیا موقعیت داره و امروز با اساس گزارش های جدیدی دبلوچو فقط در خارج آسیا این مشکل است امی مرزی مهلکی یا مرض ساری ولیو کهستا فقط امروز بسات جهان در خوري قاري اسيا ماشه ديگه قاره ها ازي مرست پاک شوهه اوونجه بيسار کاري صورت گرفته فقط تو فقط در افغانستان در پاکستان در هندستان او بنگلاديش کنا کشورای خاص مربوطي اسياسته ده انجه تا حالي همسته و همي پروگرامي کې در افغانستان شروع شوهه سالا 20 در شروع يا آغاز سال 2024 ما شاهد بوديم کې حکومت افغانستان در تفاهم با يونيسف دوزای بيسار زياده اوردن در افغانستان وړت کړن وبسیار خوبود نسبتا د دې سالونو او وقته شام خوبود اوقدر نه بود مثبت و زیات کار شولند خو د شروع مثال کوم چې موږ دیدیم د شروع سال کار بیس زیات بود خو هفته هفته قبل سکتګي به یامد چې از طرف خودی صحه عامه بلای زنا چيزي بس سیسټمي کاری ملاحظه بودن اونۍ اتنان ملاحظه چی بود اګای هلال مل... بارزار مبارزه با پولیو قبلا هم داشت خب یک مرض است باید همراهی در برابرش مبارز صورت بگیره و این نابود شود و اطفال افغانستان مسئول نگه داشته شوند ملاحظه چی بود در روانی بله لایس خود سیعتامه افغانستان هم خواهان ازی است که واکسین پولیو به هر طفل افغانستان برسه اونا اېره مسؤلیت خدمتونه لري حق خدمتونه کې همي اطفال افغانستان په لاله حق لري هر فرد افغانستان کې زیر سن 5 سال باشه نن ورځ موږ در افغانستان در حدود 12 میلیونه اطفال لرو کې زیر سن 5 سال هسه اونا به ضرورت ډاره حکومت افغانستان صحتي عامه بار بار, بار خصوصا جنوبی امن خلسه سخنگوي وزارت بار بار وویل کې موږ اسپليو همت مېکونېم ومو هم در قدمه اول اول, اول، اولیاویات به میمې وتم چې د افغانستان په لوه هم استیسار کشورها بشتان شوه بح. خو در در سیستم کار او طرز کارزار ملاحظه ازو نه هم بودان چې خېلی مردم په وخت نظر نه میشد امی تیمای و... تیم چې و... اتمای و... تیم سیرو وکسین مې داشتم اته طرف سیا ته هم بودان خانه به خانه میکشتان در پورت پښتي هر دروازه میرفتان در. تخ تخ میکدان به خېلی اکشوي خوب به مردم برخرد خوب میکدان خو باز هم برای مردم هاگاهی نه بود مردم عملا کار نشوده بود مردوم لایست بزینن آمدنه بند کی بعضه و ملت شبوت کی پرو بغاندار دښمن بود در راستای صحت مردوم افغانستان در راستای صحت جامعه افغانستان اونا غرب وو دښمن افغانستان تبليغات کړده بند بزدي هر برنامه سیحت افغانستان خصوصا در رابطه به برنامه های پلو پلو چی خطرناک از پلو به خاطر مردوم افغانستان خوب نيسته حتی اونا افواحات را پیش کړند کی پلو را اندازه با تفله را به اقامت نکشونه تفله را به سوی ته غذین میکشونه امی بود که افواهات و تبلیغات و پروپاگاندای دشمنای افغانستان و مردمی دشمنای مردم افغانستان اونا بالای مردم افغانستان اثر کردن اونا با اواسین حاضر نبودن در بسیار ساحه افغانستان که ما سهر سیعت همه می رفتن کوشش کشش خدا در اطراف و قشتاق ها و قریه ها و حتی در ساحه کوها به مو یک خانه که در سر کو بود اونجا هم اونا می رفتن خب بازم مردم به با اونا حاضر نبودن دارش. چون که مشکل هستی بود که پیش مردم فهم نبود یعنی فهم تفهیم نشده بود بل. مردم را در رابطه با تطبیق واکسین در رابطه با اخذ دوزهای دوز واکسین غلط فهمانده شده بودن آقای بود دقیقاً،, دقیقاً سوالی که همینجا هنوز پیش مردم هست و هنوز در رابطه با واکسین و پولیو کودکان مردم افغانستان در شک و تردید به سر برند نفس واکسین پولیو برای کودکا مفید است یا مضر جناب الله یک گپی واضح است حقیقت است که خودی واکسین برای برای اطفال چه مفید است خودی واکسین که د حقیقت انمي شکله ان اکٹیف یا شکله غیر فعالی امو وایرسس کدر اطفال داخل میشه پس در مقابل امو وایرس د بدن اطفال نو موافیت نشانه مته د حقیقت خودی حمله هم مرضی پولیو کست نو یک انټیجن است و ای واکسین می خوای ک در 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 مقابل امو انټیجن انټیجن کی دښمن بدن انسان است انټیبودي توليد کنه و این واکسنی که یک شکل غیر فعال و غیر مستقیم هم است به بدن انسان داخل میشه از طریق از طریق قطرات دهانی درستد. و بالاخره در برابر ازو معرفت حاصل میکنه ما شما شاهد هستیم در سالهای قبل قبل از خصوصا قبل از سال 2010 و 2012 هایی که در رابطه با صحت افغانستان ما میخوندیم مطالعه میکردیم میدیدیم تحقیقات همین بود که در افغانستان پولیو به حد زیاد بود تا که بعد از اینکه در سالهای خصوصا 2012, 2012 2016 جامعه جهانی در بحث صحت در افغانستان کارزار زیاد شد و امروز الحمدلله ما شما شاید هم در افغانستان وقت پولیو بسیار کم است درست الان در سالی گذشته واکسن پولیو در افغانستان ساخته میشه نه خیر لایسا واکسن پولیو که است و سایر واکسن ها که است با اونها از طریق تحت اشراف مؤسسه جهانی یونیسف که یک صندوق جهانی حمایت اطفال است اونها یکی از جمله شعبات و شاخه های ملل متحد است مستد در کل سره پرستي تمامي اين بشاره دبليو سي کوي او نه تحت اشراف تيم سي هي قوي يونيسف در جاپان تشكيل ميشه دا ساخته ميشه او مواد زونه از چندين از چندين تجارب بزرگ لبراتوري جهاني تر ميشه او بعد ازي كه آگاهي امور سهي او بزرگان او کسوي كه د دکتورا او پېژدي درن اوناي را, اونا را بس مكنه بعد ازي كه نو تایید كردن اونا بر په قسم واکسين جوړ مشيد تصديق ميشه درست هلalse آماری شما در دسترس دارین که بیانگر وجود پولیو در افغانستان هنوز باشه؟ بله ما که دیدیم مطالعه کردیم در سال جاری تا به حال هم یازده واقعی پولی در افغانستان صاف شده اگرچه همارت اسلامی چند روز قبل اونا گفتند که واقعات کم است از هم کم خود را راپوری که یونسف پیش کردند که اونا خود را اونا خود را مسئولی اصلی همی بخش میگرند مسؤلیتونه به شي خدمت میگیرند او نو میګان کی موږ در افغانستان کوشش درته میکنیم تاکید او اصرار به په د دوخه برنامه وکسین میکنیم او نو راپورته کوي چې در افغانستان در سال جاری ما 11 واقع وخت داشتیم او در سال گذشته 6 واقعې مثبت داشتیم یعنی اونا میګا کی از نسبت به سال سال گذشته در سال جاری واقعات پولی او واقعات مثبت پولی ما زیات شوه خصوصا در مئی گذشته دوه واقعې مهمه راکې ما در خندهار شیدو یکی در رسوالی شاولی کود و دیگر در رسوالی افغانستان داشتیم اینا هم ثبوتی است که در افغانستان پولیو است و فیل حال هم موجود است بسیار تشکر خیلی ممنون بینگان نهت کرامی یک وقفی کوتاه سود پر میگرده دوباره خوش آمدید ایجاد ذخیرگاه واکسین آیا پولیو ریشکن خواهد شد موضوع بحث امروز مجله صبح است میمان برنامه آقای عبدالواحد هلال آگاه امور صحی هستند هلال صاحب در راستای مبارزه با فلج کودکان در افغانستان ضمن اینکه که این ذخیرگاه بزرگ از طرف یونیسف ساخته شد تمویل شد و با سایر تجهیزاتش سایر سازمان های جهانی سازمان های صحی چقدر در این, در این بخش افغانستان همکاری د نړیواله یسع د افغانستان زمینی از کی دبليو ایچ او ټولې برنامې وکسنه او ټول برنامې سیر سره پروسی میکنه مو ماسه اصلي کې یو نه صندوقه جهانی همتیات او حقوق اطفال استان البته ونه صرف نه در بخش صحت بلکې در بخش تغذیه تغذیه اطفال در بخش ګورسنګی ک اطفال افغانستان خصوصا د سن 5 سال و 18 سال مونادر فقر چناقن مشکل نشوان و زمینی از نو در بخش سیات از که مسائل واکسن است، هم کار میکنند. زمین ماست و دبلیوچو و مسیون سف در کشورهای دیگری کشوری سیودان و کشوری ژاپن، اونا هم کوشش میکنن که در برنامه ها سهم باشند. و ضمن از خود افغانستان است که باشی سیات افغانستان همیشه با اینا در هر برنامه ها در هر مشکلات با اینا یک جا شان با هم کاری کردند. و در رابطه با ماهی واکسن پولیو پولیو آنها کار میکنن. و ته هلي هم کوشش داشته و تمام مساتح جهاني و خو افغانستان در رابطه با میکششن جاري هسته که تاسو چې کومه به تاسو ته ونه کی هم پوليورا در افغانستان از بین نه ونه شکن بکنن و دا انجه کوشش جواز ورته گفته و تا چند قبل نو صرف گفتن راپور داند کی ما کوشش میکنیم که در 5 سال ته بعد افغانستان قسمه ساخته شوکه در انجه بهخي یک اثر و نمونه و یا یک واقعی پولیو در افغانستان دیگه نباشه درست. یعنی پنج سال بعد یا سال بعد افغانستان گفتن به وسط میرسه به اون انشالله خواهد رسی که واقعیات پولیو دیگه نباشه یک افغانستانی عاری از پولیو داشته باشیم درست امکاری های وزارت سعت آمر در بخش مبارزه با پولیو چی کنم ببینین آقای الال جانب لایس به وزارت صحت آمر در ساحت مرکز و تمام ولایت افغانستان از طریق ریاستات های سیحت آمر افغانستان اونا در تمام برنامه های پولیو با بخش دبلیو و بخش یونیسف هم دارند حتی تمام برنامه هایی که جور میشه تر همیشه و در ساحات عملی میشه در اونجا حیات سیاحت عامه افغانستان میباشه یعنی هیچ کاری هم بدون سیاحت افغانستان نشده یعنی وزارت صحت عامه در تمام برنامه های مثبت سیهی یونیسف و سی دبلیو ایچ هستند و سهیم بودند درست <تصفح> الهال شب وقتی یک طفل به پولیو مبتلا میشه آیا مرکزی در افغانستان است که به تداوی این طفل برسه؟ بله، جناب لایی در افغانستان مرکزی رسمی یاسون که گسته در اصرف صحت آمه اونها موجود هستند شماره هایشان در هر جای هستند همیشه اونا در میدیا آمد باد شماره های خود ایران میکنند که این شماره ها هر که در خانه باید باشه وقتی شما که شما میبینند که طفلی که در خانه آثار فلج دونا باشه فلج چند قسم که از لحاظ سببات با اونا ما یکش میگیم میگم هیمی فلج یعنی فلج نیم تنیس لایس یک فلج است که از تنها با بالاست میگن که دوش. هر قسم آثار فلج که شما در فلج ببینن حتی سازمانی افغانستان بار بار اعلان کرده اگر شما ببینن در محلی که اونجا یکدوم کلینیکی هی نباشه یا یک محلی باشه اونا شما واقع فلج میبینن اگر یک کمی هم عضلات طفلتان اگر در روی باشه در چشم باشه در پا باشه در دست باشه در او اثار فلجی باشه شما حتی اگر هیچ کس نباشه به امامای مسجد به رئیسای شوراهای گذر و وکلای گذر به دیگاه خبر بتن ده. تا اصلی خزونه بالاخره به با, با مرکزی سی و در افغانستان را پر برسه و اونجا اونا زیر اشراف و زیر کنترلشون اونا میگیرن در حدودی که تا جایی که علاجش میشد علاج میگیره و تا جا جایی که نمیشد باز اونا اونا را به دیگه ممالک ارسال میکنن از مبتلا شدن کودکان به فلش گفتین چگونه اکتفل در محیط خود به پولیو دچار میشه جناب الله صاحب خود پولیو کس ما قبلا گفتیم امی مرض پولیو رو ما برش میگم پولیو مایلایتس این می تی بیش که اینا یک حامل خاص داره به نام پولیو وایرس این پولیو وایرس که از جمله خاندانی انټرو وایرساس یو خوندان د ډول وایرساس ته انټرو وایرس مګه تمام ټاکلیفوای کی نو مربوط وایرس باشه اساس از د لګا سبابت انټانات یا مایکروپ ها چن قسمه بعضی به شکل باکټریایی هسته بعضیش به شکل وایرساس بعضی به شکل پرازیتو به شکل فانګاس هسته خو یوګونه چیزه کی بسیار خطرناک اس وخیمه ز په ژوندې انسانانو را به بحران کشنیده او همان وایرس اس کی امروز په افغانستان بسیار زیاد تاسته بر هر قسم مردم افغانستان شکار ویروس های مختلف شد چند قبل ما شما دیدیم که ویرس کرونا بود باز به با نام ویرسی مختلف در افغانستان ما شما دیدیم باره. این ویروس آقای تنها اطفال زیر سن پنج سال را مبتلا میکنه بله لایسب اینا خود ویرسی پولیو میلیت است فقط به کاملش بولو ویرس است اینا فقط به او اطفال دو مصاب میشه که از زیر سن 5 سال باشه یعنی کسایی کې سنشان از 5 سال بعض کتابونه وښتا میکنه بعض مراجعه یو بي کې و اطفال کې عمرشان از 7 سال بلند باشه دربینار د ش مختلفات هسته خو نظر ارجه همي هسته کې امو اطفال مساب زیاد میشه کې زیر سن 5 سال باشه او چرکه سیستم ایمونيتي از انه سیستم موافقت دونه ضعیفسته و نه متونه کې د مقابل از انه ایمونيتي شان قوی باشه ودر مقابل یې منتجن ویروسي پوليو از خود انتباهی داشته باشند درست خانواده چی گره میتونن آی هلال اطفال خود از مبتلا شدن به مرض پولیو نگهداری بکنن همین پیام ما به خانواده های افغانستان به مردم شریف افغانستان هم همین است که اونا کوشش کنند در رابطه با اینکه اطفال نیرومند و سیاتمند داشته باشند به خاطر که همین فیصله یونیسف که اونا میگن شارژ از اونا میشه صحت طفل است و صحت مادر است اونا میگه اگر یک مادر سیاتمند نباشه طفل از اونا به میان میه و طفل ضعیف می اگر یا کتفله ما شه مو سيحتمن نه داشته باشم طفل مزيب باشه در آینده نه ما کثر قشری اس که افغانستان له نه رهبری میکنه باید طفله مزيب باشه وا شي وي ازي وا طريقي ازي هم ګزنی کی ما برا مردم میګم هم اس کنا کوشش کولند کی با طفله خود تا سن 5 سالگی در هر ما هم پروگرامای کی اثر الف یونیسف او دبليو چی بران دخته میشه له اونها سهم بگیرن حساب بگیرن و تفلای خود با اونا برسنن حتی کس هایی که از واکسن پولیو میمانن اونا خودشان کوشش کنه که به یک شوی بهتر به مراکز بزرگی عملیاتی پولیو نا اطلاع بتن تا بین اونجا تیمای سیار ندارند خانه به خانه میگردن اگر اگر چنان نال میگن که ما کوشش میکنیم که شوی خانه به خانه نباشه این میره طریق مساجد میکنیم که از طریق اهالی مردم یا امام مسجد سهم باشه با مردم در رابطه با اهمیت پولیو و تطبیق بالیو و اهمیت آینده زی سیاحت تفل گپ بزنن تا مردم بفهمن به فهمی عام سرعت بگیره مردم کوشش بکنن که خودشان به منتظر باشن و خودشان کوشش بکنن که طفل خود یک مرکز ببرن به خاطر اخذ قطرات پولیو درست الهال صاحب ممکن در مرکز اینجا در کابل مراکز تداوی و مراکز رسیدگی به مبتلایان به مرض کرونا وجود داشته باشد آیا در ریاست های وزارت صحت عامه در ولایات در ولسوالی هم این تدابی میشه بله لایسه در تمام افغانستان در سوچار ولایت افغانستان طبقی که تا که مطالعه کردیم ما کرده دارم در هر بخش از اونها بخش بخشی سیستم واکسین هسته تمام مردم افغانستان میتونه که در تمام ولایت افغانستان ونه در همو هنګي با سياسات د افغانستان او مرکز اوستا مرکزایي زه به خاطر مردمم استه خو مشکل استه کله لایسه ما پيش هم گفتم د همین جا استه ک به خاطر مردمی افغانستان اوقدر فاه افهم تهفيم نشه ده ک مردم بفهمه ک پلو چی استه فقط امی تبلیغه ک خصن دشمنان افغانستان نه کنه دشمن صحت مردم افغانستان اکثر مردم زې له تاثیر ز نارهفته از د تبلیغات پچو پروپاګاندا دښمنه متاثر شون فقط مخالفت بدون دلیل از واکسن پولیو میکنن و از خصوصا از تمام واکسن های امروز فکر میکنید چگونه امکان داره که در رابطه با واکسن پولیو و مرض این پولیو و اینکه چگونه تداوی شوه برای مردم یک اطلاعی صورت بگیره معلومات را شوه تا مردم به شکل دو به اشتاق خود بیاین اگر مریضی دارند که مبتلا به مرض پولیوس یا اگر مرض کسی نیست که در خانهشان با این دوچار شده باشه قبل از اینکه دوچار شوه با در روند واکسین همکاری بکنن جناب امیر نظر نظر من است و پیشنهاد ما بار بار بارها از طریق صفات اجتماعی به سیاحت عامه افغانستان پیشنهاد کردیم با اونا گفتیم که در رابطه با برنامه های واکسین پولیو و تمام واکسین های که در افغانستان صورت می گره. مردم به خاطر اینکه مردم آگاه شوه به خاطر آگاهی از نا سیمینارها ساخته شوه سیمینارها مجالس بسطی وزارت صحی او ما در مرکزی کابل در ولایت وطالبات د ولوس ولی هو خو څنګه در, در ولایته دوردست افغانستان کوم جره مردا اکثرا از مطبوعات او از میدیا او سوشل میدیا دور استند در اونجا در داشت. داشت. افغانستان خدای اونجا لایس نه تلویزیون کار میکنه و نه پښمران فیسبوک او بعضی برنامه های دیگر استه نه از هیڅ خبر نه میشن باید دونه همو جو صاحب اعتبار صحی وسایری صحیه افغانستان سره هم هنګي با دبليو او او یونیسف بروند و در هر قریه و هر قشلاق و هر دی در اونجا سی ها و کنفرانس ها جور شوه تا تا شوه که مردم از به اهمیت اصلی پولیو دیگر واکسین پولیو و دیگه واکسینا و در آینده از عواقب خطرناک زونا آگاه شوند درست. درست تا, تا, تا این دم هم همکاری مردم را در عمل مبارزه با پولیو چگونه یافتن آقای هلال به نظر من مردمایی که از اونها یک قشر قشر مردمی که اونها هستن هستند آگاه هستن او مردم په سواد یو افغانستان راستندونه مفهموم مطالعه درنه د یو بحث اوه همیشه از نو استقبال میکنن په خصوص ما کی خبر میشم خیل مردم قبل از کی سات یام افغانانیونه ځفعلان میکنه که ما د تاریخ آغازی کمپاین خوله میکنیم مردم بسیار از نو استقبال میکنن د صفحات اجتماعي استقبال خوب گرم سدات میګره اما بعد مختونه از سوی دیګه کسایی کنه نه مفهمم از انه مشکلات شون زیاتسته انه اصلا آګا نيستند کی خود امی واکسین چی است؟ ای واکسین پولیو چی هست حتی خود پولیو که با از داو بخش آگاهی از اون کامل نیست و او مردم شک نیست که دو مخالفت میکنند و استقبال هم نمیکنند حتی مخالفت هم میکنند و حتی حاضر نیستند که تفلایشان به واکسین بیارند که با اونا پولیو شدند در سال جاری در سال روان روند مبارزه با بیماری فلج به کجا رسیده است چه مقدار پیشرفت داشته است در سال جاری میلادی اگر ما بگیم بهتر به است که برنامه های یونیسف و دبلیو ایچ از طریق همین سال شروع میشه تا به ماه های آخری که ما شاهد بودیم در اینجا تا تا ماه های حوایل ماه اگست سیستم واکسن در افغانستان خیلی خوب بود به صورت منظم پیش می رفت بل. اگر چه در سال جاری وقتش زیاد بود یک امر طبیع است امکان هم داره که امی امی واقعیتی پولی از جهتی دیگر انتقال شده باشه. یه مکان داره که در افغانستان ختم شده باشه. از دیگه مملکتی که امسایه دیگه مملکت دنیا به این انتقال یافته باشه مکان داره چرا که یک مرز حاد و فوق العاده سری است. خب بازم در افغانستان در سال جا جاری کار زیاد شده بود، به حد زیاد بود و مردم مطمئن بود خود در آخر چیزی مشکلاتی که در طرز کار در سیستم کار بود درست. با او اساس حکومت افغانستان اورا واکسن توقف نموده و هم به خاطر از اینکه در سیستم کاریش مشکلات بود ان شاء اعلان کرده که زود شروع میشه خصوصا در مناطقی که ما گفتیم که اونجا چند حادثه در ماه گذشته داشتیم خصوصا قندار و زابل و نیمروز و سمنگان هلمند و هرات این دیم منطقه ان قریب شروع میشه اطمینان دادم در ولایت های آقای هلال طبق آمار وزارت صحت گفته بودند که در ولایت های هرات، روزگان، هلمند، قندار، زابل و نیمروز واکسین دریافت خواهد شد بقیه ولایت چی؟ الله سه بنا وادی شنبه است. ما قبلا هم گفتم که وزارت سلامت امام میگه که ما انقریب با خاطر چهار میلیون و دو هزار تفل برنامه واکسین داریم در همه هنگی با یونس ف تطبیق میشه خود در این ولایت های شما نام گرفته. در اکثر ولایت های جنوب غربی افغانستان است. دلیل از است که در اون منطقه تالیم واکسین است. تالی هم اونجا پولیو هست موجود است و آمی وایرس اونجا است. وادادیګه ساحات افغانستان ومن مګ اونجا همشه خو مقدم همو وستا حق اولویت به ځای میټیم کړه اونجا کیسه یا واقع مزبت ما دیدیم در یافت کړم ما گفتم کی قبلا ک در مئی گذشته کی دوو واقع ما داشتیم سيټ امام تایید کړه و یونس هم تایید کړه و دبليوچو هم را در راپور سنلی حله گرفتن همو دوتا واقع ما در در ولایت خندهار در ورسوالی چاولکو تو ارغزستان بود په خاطر زیک کی د همو ولایت و ساحات نزیك ولایت جنوب غرب اینا احتمالش است که دیگه هم خطر زیاد باشه و از اونجا شویو کنه چون که ساری هسته و مو خاطر سیاحت عام هم لازم میبینه که در مساحات حق و اولویت باشه بعد به دیگر ساعت سایت افغانستان هم ان شروع میکنه شویه مرض پولیو های هلال یکسان است یا در ولایت مختلف فرق میکنه نه فرق میکنه فقط در جایی که در اونجا که سایزو یافت میشه دیده میشه و یک واقعی واکسین باشه, باشه واقعی پولیو باشه در اونجا او منطقه ریسک میگم او منطقه تحت خطر است دیگه سیات اما و یونیسف کوشش میکنه در جایی که پیدا شده باشه در اونجا احتمال زیاد میگیرن چرا که شوی از اونجا زیادتر است چون که مرض حاد است و افاق لده ساری است دیگه از اول حاد و یونیسف پروگرام شانه می که در مشتاهایی هایی که شوی شانه زیاد است و خطر ابتلاع هم زیاد است در امو ساها اونا کار زیاد میکنند و دیگه ساعت افغانستان در خط دوم قرار میتن درست چی گونه تشخیص میشه آقای هلال که در یک ولایت مثلا در یک ولسوالی در اینجا مرض پولیو شویو کرده است کدام آثار و علائمی دارن بله دارن قسمی که هر مرض باکتریایی و هر مرض فنگسی و هر مرض وارسی از خود علائم داره را ما بر شعراز علائم در طب میگیم در پولیو هم هست در قدم اول قبل از اینکه ما بفهمیم که طفل فلج شده یا به میفل جاو افار فل جای او قلب فل جک طرف فل جنمتنی اخته مطالعه شوه قبل ازو در تفل یک حالت وخامت بمیان میا تفل متره س تفل دا نو تاب میا بعد از ذکر تاب داشته باشم دا نو تحو بههالی حتی لرزه میکنن دا نو حالت یک بشتیه کیس حالت بمیان میا باز قبل از قبل از کی مو فهم کی تف فعال شوه از تفل از حرکت مهمونه داونه اوقدر استعدادي غشتو گزار نه ميباشه واته نه مدام يک یو ځوي خپله حرکت به ته خصوصا پوليوکاست پلومیلائټس یو یک تکلیف یا سواله سياس کي تفله خصوصا از اطراف لوور لیم مګم مني از اطراف سفلي برڅن فعل شروع مېشه از پاهايشان يا در پاي راست در پاي چپ اونا نه متواني کي حرکت پاي خپله چا منظم باشه همو عضلاتي کي انتقلص مکنه واز نظر نز... از نتيجه تقلصي ميزلات پوهه حرکت میکنه اون عضلات کی بالای منطقي استغانی فی موراس استغانی تی بی او فیبولا استغانی پاتیلاست یانه نمتونه که سیته خلاص بکنه تخلسه مو سیستم عصبی کی اناره اناره چکه دا سپورت کردہ اونها معوف میشن واکه یم سیستم عصبی از اونها معاف شد عضلات تخلس نمتونه که عضلات تخلس نکد خود به خود به اونها فلج بیان می ازیم معلوم میشه کی طفلق به فلج است به فلج شده درست طفلی که به مرض پولیو دچار میشه تداوی دارن لایس به قسمی که ما پیشم هم گفتیم در دنیا یک چیزی حقیقت است و ثابت شده تمام مرضایی که نا وارس است شکل وارس است و اونا تداوی خاص نیست با اونا علاج خاص نیست مثلا ده. مثلا به کرونا یا به ایدز یا به دیگر ت... تکلیف کیاس که هست وایرسی حتی خود به پولیو وارد است تو خاص آقا نداره سوال می دقیق راه بکنم یک طفل فلج شد و علتش هم مبتلا شدن به مرض پولیو بوده است در افغانستان تدابیر داره یا خیر در افغانستان برنامه خاص به خاطر تدابی زی نیست و مؤسسات خارجی در همکاری با یونیسف و کشور ژاپن و خصوصا بخش صلیبی سرخ یا لالی احمر که ما میگیم اونا دفتر دارن با با در رابطه با کسایی که فلج با ونا کوشش میکنه کی امو تدابیر ابتدایی کوي، هسته ورچون میکنه زه علاج خون میگیرند، بعد از بعد از بخاطر ازو بعضه سہولتا جور میشه، مثلا با ونا بعضه چپرکتا او بعضه باسکلا، بعضه سامانالات کی با ونا حرکت دادن میشن او په قسم فیزیو تراپی، با ونا په قسم سہولتا هستند خو، باز از دهاز طب علاجی کاملی پلونیستا در ملک دنیا نیست درست آقای با عنوان آخرین سوال میخوایم بحث جمع بکنیم ابتدایی ترین تلاشی که یک خانواده به خاطر طفل مبتلا به پولیو انجام داده میتونه چی است فقط همین است که خانواده ها کوشش بکنه که اطفال خود را همیشه پیش در جای ببرند مرکز های بار واکسین میشه یعنی با استثناء از خود واکسن پولیو فلحال هیچ چیز نیست چرا که در تبابت برای شما مهم کس وقایه است یا تبابات بر پریونشن بسیار تاکید میکنند حتی طب میگه ما طب میگن که وقایه بهتر از از علاج است وقایه مهم است در جاهایی که مرکز های صحی باشه خانواده ها کوشش کنه که اطفال خدا اونجا ببرند و برسانند تا با اونا از ترین بهترین فرصت واکسین شه دیگه بجز از واکسین سیستم وقایه ایچ نیست و ایچ رای حل دیگه نیست سپاس فراوان از اینکه با مجله صبح تشریف آوردن آقای سلامت باشین تشکر از شما هم تشکر که ما با خیر باشین با ابراز امتنان و شکران از حضور بینندگان محترم که تا این دم صبح سفر از تلویزیون یک تعقیب کردن بقیه اوقاتتان خوش السلام علیکم و رحمت الله و برکات